عزیزان بیننده تلویزیون پرتو، همینک با سید آرمان در رابطه با شکاف دستمزدها در ایران گفتگوی خواهیم داشت. سید آرمان از اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست است. سید آرمان خوش آمدید. بسیار سپاسگزارم و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون پرتو. سید آرمان، اخیراً در سایت‌های جمهوری اسلامی مقایسه‌هایی در رابطه با شکاف دستمزدی میان زنان و مردان در کشورهای مختلف ارائه شده، از جمله سایت خبرگزاری فارس. در این سایت اشاره‌ای شده به شکاف دستمزد میان زنان و مردان در اسرائیل و دیگر سایت‌ها، از جمله خبر آنلاین و جهان نیوز، به چنین مقایسه‌هایی دست زدند در رابطه با کشورهای فرانسه، سوئد، سوئیس. شما این مقایسه‌ها رو بر چه مبنایی می‌بینید؟ فکر کنم چون اواخر سال 92 داره شروع شده و کلن کارگرای ایران تلاش می‌کنن یا فعالین کارگری و مدافعین حقوق زن که مسئله دستمزد برابر در ازای کار برابر رو مطرح بکنن و به استقبال 8 مارس میرن که روز مطرح کردن این مطالبه است به طور واقعی، و در این حال برای مسئله حداقل تعیین دستمزدها که یک موضوع دیگه یه که هر سال کارگرها این رو مطرح میکنن و دولت جمهوری اسلامی رو به چلنج میکشن، این مسئله همزمان طرح میشه با این اوضاع احوال. اما این به هر نیتی که باشه یه واقعیت زشت دنیای امروز رو داره بیان میکنه. اونم نیت خودش رو تعقیب میکنه جمهوری اسلامی که به مرگ بگیره تا کارگرای ایران به تب راضی بشن و به دستمزد ناچیز کنونی رضایت بدن. ما شاهد این هستیم که طبقه کارگر جهانی حتی با این پدیده مضحک و زشت در واقع روبروست که در حتی کشورهای متروپول، کشورهای صنعتی دنیا، هنوز اون دستمزد برابر در ازای کار برابر زن و مرد وجود نداره و عملا بخشی از مبارزه کارگران رو در اقصی نقاط جهان به خود اختصاص داده و به طریق اولا در ایران. ولی بس بر سر اینه در کشور، در جمهوری اسلامی که داره این اخبار رو پخش میکنه و داره مقایسه میکنه خودشو، نه تنها بحث از دستمزد نابرابر وجود داره، از حقوق ابتدایی شهروندی نابرابر در این کشور، جنس زن جنس درجه دو در این جامعه است و به خدمت جمهوری اسلامی تو سری خور بوده و همیشه زن داره مبارزه میکنه برای احقاق این حقوقش و چالش کردن جمهوری اسلامی و نمیخواد تن بده به قوانین شریعت اسلامی که به عنوان جنس درجه دو به حساب بیاد. هیچ که این کار داره میکنه میخواد حقوق یکسانم در ازای دستمزد یکسانم در ازای کار برابرم بگیره. بله، شما اشاره کردید به 8 مارس در پیش استش و جمهوری اسلامی ظاهراً با این مقایسه قصد داره به استقبال نفی 8 مارس بده، به استقبال نفی مبارزات کارگران زن برای دستمزدهای مساوی برای کار مشابه چه کار کنه بره. ولی ما در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی این اقدامات انجام میده، ما شاهد یک سری اعتراضات در سطح کارخونه ها هستیم برای نقد کردن دستمزدهاشون. این تلاش ها رو جمهوری اسلامی چگونه پاسخ داده تا کنون؟ معلومه با سرکوب، با دستگیری رهبران کارگری، با عدم پرداخت دستمزدشون به موقع و همه اینا رو داره انجام میده که فشار بیاره به طبقه کارگری دارن که همیشه مبارزاتشون در واقع گام ها عقب باشه. برای اینکه برای مبارزه قانون کار بهتری مبارزه بکنن باید برای دستمزدهای معوقشون به جنگن با جمهوری اسلامی و سرمایه‌دارای ایران. این یه مشکلیه که همیشه به خدمت جمهوری اسلامی بازم بوده که طبقه کارگر ایران رو
فشار میاری بهشون، عدم تشکر یابیشون، مبارزه برای اضافه دستمزدشون، برای برگزاری اول ماه می ها، برای برگزاری 8 مارس ها، همیشه تلاش کرده که طبقه کارگر رو به یک کنجی بکشونه، فشار بیاره بهش که نتونه آزادانه با طیب خاطر بره به استقبال همچین روزایی یا فرصت تشکل یابیش رو پیدا بکنه و بتونه سازمان یابی بهتری رو بکنه علیه همه این بیحقوقی هایی که روزمره به صورت نهادینه شده داره به طبقه کارگران تحمیل میشه. سید آرمان، در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تلاش های اینچنینی رو آغاز کرده، یعنی در واقع به نوعی خودشو از زیر بار مسئولیت خلاص کنه، به نوعی خودشو تبرئه کنه، بگه که در جاهای دیگری اینچنین تفاوت هایی وجود داره، از تفاوت در جمهوری اسلامی امری معموله، زنان چه وظیفه ای دارن؟ تشکلات زنان چه وظیفه ای دارن؟ تشکلات کارگری چه وظیفه بر عهده دارن؟ شاید بهتره بگوییم که کل تشکلات کارگری، این امر مبارزه برای دستمزد برابر در ازای کار برابر، امر زنان نیست، فقط امر کارگران پیشرو است. به هر درجه طبقه کارگر در شکاف وجود بیاد، مضر به حال طبقه کارگر، برای اتحاد کل طبقه کارگر و برای امرار معاش روزانه طبقه کارگر. بس در سر اینه که کل طبقه کارگر با ویژه کارگران آگاه وظیفه خود باید بدونن که در 8 مارس امسال یا نه قبل از 8 مارس برای مبارزه برای تعیین دستمزدها خواستار دستمزد برابر برای کار در ازای کار برابر باشن بین زنان و مردان. و این شکاف رو که بورژوازی به خاطر اولا شکاف در درون طبقه کارگر، دو به خاطر حرص و ولع بی حد و حصرش برای سوداوری بیشتر و استثمار طبقه کارگر که بتونه از این طبقه کار بیشتر و از گردش کار بیشتر بکشه و کمتر پول برداشت بکنه، اینو باید ممنوع کنن کارگرها و بگن حق ندارید. فقط یه مشاهده ساده، میلیون ها خانواده کارگری در ایران هست، یعنی اگه بر طبق آمار رسمی هم حتی پیش بریم بالغ بر 30 میلیون، تقریبا 35 میلیون خانواده کارگری وجود داره که میلیون ها نفرشون زن هستن. روزانه میلیارد ها تومان سرمایه‌دار ایرانی به جیب میزنه در نتیجه همین عدم پرداخت دستمزد برابر در ازای کار برابر. و این عملا طبقه کارگر رو فقیرتر میکنه و بورژوازی ایران رو ثروتمندتر و خانواده های کارگری رو به جای اینکه بتونن نون بیشتر به سفرهشون اضافه بکنن، نون کمتری رو در واقع بهره میبرن. این واقعیتی که به دلایل مختلف باید مسئله دستمزد برابر در ازای کار برابر دست دستور در طبقه کارگری ایران قرار بگیره و کارگرای پیشرو چه زن چه مرد این مسئله رو سلاح‌های کار خودشون بدونن، بتونن طبقه کارگر ایران رو سوق بدن به مبارزه جدیتر فراگیرتر برای به حاشیه روندن بورژوازی در ایران، برای به رسمیت شناختن این حقشون. هرچند ما برای این واقفیم که تا سرمایه در بر ایران حاکم باشه، این یه واقعیتی که هیچ وقت دستمزد برابر در ازای کار برابر، هیچ اصلا کل دستمزد برابر معنی پیدا نمی‌کنه که طبقه کارگر ایران یه وظیفه جدیتر و اساسی‌تر برای برچیدن کل بنیان سرمایه در واقع در پیش رو داره که باید به این جنگ به نهایی بره. ولی تا اون لحظه بخشی از طبقه کارگر ایران به درجه اولا وظیفه خودش میدونه که شرایط انسانی‌تر و مرفه‌تری رو در همین جنگل کنونی برای طبقه کارگر ایران و برای خانواده کارگر ایران مهیا بکنه. سید آرمان، جمهوری اسلامی بنابر آمار بانک مرکزی حداقل دستمزدها رو طی 10 سال گذشته منتشر کرده و در آخرین آماری که ارائه داده برای سال 92 با قیمت 2450 تومان دلار 199 دلار دستمزد حداقل کارگران بوده.
زمینی که در مقایسه با کشورهای دیگری این قیمت، این مبلغ در واقع پایین ترین سطح دستمزد رو به اصطلاح به خودش اختصاص داده. در مقایسه‌ای که سایت‌های جمهوری اسلامی انجام دادن چنین به اصطلاح مقایسه لااقل با خودش انجام نمیده. من زمینی که اینو خواستم برای بیننده ها بگم، خواستم بپرسم حزب در حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است در رابطه با دستمزد برابر زنان و مردان چی میگه؟ ما یه برنامه داریم به اسم برنامه یه دنیای بهتر که معرفی بینندگان تلویزیون پرتو هست و ما به کرات از این تریبون خواستیم و این کار رو انجام دادیم که این برنامه رو معرفی بکنیم. یه بخش از این برنامه به قانون کار و رفاه اجتماعی و قانون کار پرداخته که در واقع علارغم این که میگه مادام که سرمایه بر حیات انسان ها حاکمیت دارد، مادام که فرد برای تأمین مایحتاج خیش ناگزیر به فروش نیروی کار خود و انجام کار برای سرمایه و مالکان وسایل تولید است و قص الازا برصورت نمیتونه بحث از مزد برابر بکنه و هیچ مزدی نمیتونه این در ازای کاری که کارگر میکنه مادام ارزش اضافه تولید میکنه برای سرمایه دار، در واقع این مزد کماکان واقعی نیست و ناچیز است. ولی علی رغم این ما همیشه تلاشمون اینه که طبقه کارگر ایران رو بر این واقعیت که باید بورژوازی ایران رو چالش بکنه برای قوانین کاری که حداقل این حقوق رو باید به رسمی بشناسه، از جمله مسئله دستمزد برابر در ازای کار برابر زن و مرد، یعنی جنسیت رو نباید به رسمی شناخت در محیط کار. اگر معلمن، اگر پرستارن، اگر کارمندن، اگر فروشندن در مغازه‌ای، اگر در پتروشیمی هستن یا در تراکتور سازی، زنن یا مرد باید از یک حقوق دستمزد یکسان بهره‌مند بشن و این باید به رأس مبارزه طبقه کارگر ایران تبدیل بشه و قر سرکس مردان به این مسئله تن ندن که هم طبقه ایهاشون به جرم جنسیت دیگه‌ای که مؤنثه یا زن هستن از این حقوق، از این دستمزد برابر یا از این حقوق محروم بمونه. بله سید آرمان، در رابطه با خب جمهوری اسلامی در رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی دقیقا سرکوب آشکار باعث میشه که زنان، مردان حتی حق تشکل رو در همین قانون کار ارتجاعی اونها به رسمیت شناخته نشه، در چنین شرایطی که امکان دستیابی تشکل های واقعیشون ممکن نیست و سرکوب میشه، چی کار باید بکنن؟ طبقه کارگر به ناگزیر باید تلاش بکنه که اینا رو به بورژوازی محیط جغرافیش تحمیل بکنه. این دولت انگلیس و فرانسه از سر عطوفت و مهربونیشون نیومدن که اتحادیه‌های کارگری به رسمی بشناسن. حالا این اتحادیه‌های کارگری داره چه اشکالاتی است به جای خودش وایسه. بس در سر این طبقه کارگر در کل جهان، در کشورهایی که دیکتاتوری شدید هم حاکمه، همیشه تلاش کرده، یه ضرورت تاریخی زندگیشه که باید مبارزه بکنه که حقوق خودش رو بگیره، باید اونم با متشکل شدنه، با رسمی شناختن حقوقش از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، همه اینا رو باید از جمهوری اسلامی طلب بکنه و بخواد و این در درجه یه توازن قواست، باید متشکل شد، متحد شد، پشت همدیگه رو صفت گرفت و خالی نکرد. اگه رهبر کارگری چیزی به نظرش میرسه فراخانی میده، کارگرای این مجتمع معین باید برن پشتش. جمهوری اسلامی اگه خواست قصد دستگیر کردنش داشت، باید برن جلوی دادگاهش، بیدادگاهاش، جلوی زندانهاش و فشار بیارن که آزادش کنن. هنوز ده ها فعال کارگری در زندان هستن یا در بیرون از زندان ها دارن زیر فشار جمهوری اسلامی هستن. اگه طبقه کارگر ایران پشت این فعالین کارگری بره، بدون تردید دیگه شارخ زمانی به تنها جرمه که دفاع از انسانیت و دفاع از حقوق کارگری در زندان نمیپوسی اونجا و فعالین کارگری دیگه و این امر طبقه کارگر هست، چه زن چه مرد، کل سرچیز برای دفاع از رهبرانشون که دارن نمایندگی اونا رو دارن میکنن
و جبهه‌شو داشتن و عزمشون جزمه برای دفاع از حقوق کارگران، برای متشکل کردن کارگران، برای دفاع از حقوق اتحادیه و سندیکایی و حقوق صنفی و کارگران باید به میدون بیان. و این امری که از نون شب لازم تره برای طبقه کارگر ایران. جمهوری اسلامی همیشه دیکتاتور بوده، همیشه آدم کش بوده و همیشه بساط زندان و شکنجه و اعدامش برقراره و قرار نیست اینا همینطور برن کنار، قرار نیست اینا رو یه روز قطع بکنن. تنها توازن قوای موجود که اونم به یمن متشکل شدن کارگران و عزم راسخشون میتونن این کارو ممکن بکنن. عزیزان بیننده، ما در برنامه‌های آینده در رابطه با 8 مارس، در رابطه با حقوق برابر زنان و مردان، برنامه‌های بیشتری رو برای شما در نظر خواهیم گرفت و به شما عرضه خواهیم کرد. سعید آرمان، از اینکه در برنامه امشب شرکت کردید سپاسگزارم. متشکرم. به اتفاق شما به دیدن برنامه‌های امشب می‌نشینیم.